تشکر. ایده متفاوتی در کاکتوس رقم زدید، کاکتوسی که معمولا در ایام عید سعی میکند خارج از روند معمول خود بیشتر به جشن و سرور و پایکوبی بپردازه. این بار شما با یک آهنگ فوق العاده آرام و عاشقانه برنامه را شروع کردید، ما را به یاد تمام قرضداریایی که داشتید انداختید. پناه ما به خدا. فضلی صاحب میگم به خاطر که نامتان مرا یاد یک آدم دیگه میندازه، به خاطر من فضلی صاحب شما. بسیار. سوال اول من این است که من امروز اتفاقا یک مروری میکردم صفحات اینترنتی را، دیدم که چقدر شما هنرمندان زندگی سختی دارید. حتی نامتان باید به انتخاب علاقمندایتان باشه و ببینید که مردم کدام نام بیشتر خوش دارن، کدام نام نه بورس است. نام اصلیتان رامین فضلی است یا این نام نام هنری شماست؟ لشکری صاحب نام اصلیم رامین فضلی است. بله. بسیار خوب. فضلی صاحب چند ساله هستید؟ در کجا به دنیا آمدید و در کجا زندگی میکنید؟ من رامین فضلی منصوب به یک فامیل متوسط که زادگاهم کابل میباشد. دوران ابتدای مکتب در کابل تا صنف 6 خواندم، بعد از او. بسیار خوب. در لندن تحصیلاتتان را به پایان رساند؟ بله. کدام رشته، چه رشته ای را خواندید؟ خب رشته ما اصلا روابط بین الملل است که بسیار زیاد علاقه داشتم به تاریخ، به مضمون تاریخ. البته تاریخ معاصر افغانستان هم مطالعه کردیم تا یک جای بسیار زیاد. کل جنگ است دیگه. یک روز قاری گذاشت است تاریخ معاصر. بله. درس خود ادامه دادم، بعدا مصروف کارهای هنری خود شدم. رامین از چند سالگی احساس کردی که میتونی هنرمند شوی؟ سالایی که طالبا بود. سالای طالب بود. طالبا هنوز بله. دو وقت طالبا بود متاسفانه تایپ و چی میگفتن تلویزیون یا خب ما نبود. بعضی از هنرمندها در افغانستان واقعا مخصوصا هنرمندهای محلی یا فولکلور افغانستان بله. بیشتر هنر را به خاطر این تعقیب کردن یا هنرمند موسیقی شدن که میتونن از این راه درآمد داشته باشن. لشکری صاحب عزیز، من شخصا خودم هنر از خاطر هنر دوست دارم، هنر خود دوست دارم و در محفلای خوشی اشتراک نمی کنم. گفتم میتونم که در کنسرت، بعضی کنسرت ها اشتراک کردیم، کنسرت هم دو بار سه بار کنسرت دادیم و مرجع عایداتی ما از هنر از ابتدا نبوده. علاقه نداری یعنی با حضور در این محفل ها مخالف از دیگه، یعنی حضور پیدا نکردید؟ حضور پیدا نکردیم، علاقه زیادم ندارم. تعریفتان از هنرمند چی است جناب فضلی؟ کی است واقعا یک هنرمند؟ باید کدام شاخصه ها را داشته باشه؟ خب هنرمند باید از ظرفیت ها، از شعر خوب، آهنگ خوب و برای جامعه خود یک مثال خوب باشه، یک مثال مثبت باشه. واقعا ببینید، من میگم سر بعضی از این آهنگ‌هایی که امروز در بازار است اگر قمچین هم بخوریم حق ماست دیگه، یعنی واقعا نباید بشنویم. اون از چوکات اخلاق خارج است. یگان دفعه تنها اگه بشنوی یک رقم میشه آدم. آدم یک رقم میشه، نه او را چاو خویش نباید بشنوی، خب بیگی دیگه رقم میشه. اما به هر صورت و شنیدن این آهنگ ها در میان خانواده و در جمعی که باشی غیر ممکن است، امکان نداره. من اتفاقا امروز همکار ما ظاهر اکبری صحبت میکرد، میگفت یک آهنگ در تیک تاک برام در رابطه با سیب است. میگفت سیب نمیفهمم که در جیبت بانین چه رقم میشه، نمیفهمم چی دماره میوه و ترکاری چرا میخوانید. آریانا سعید شروع کرد از انار، حال مردم دماره خیلی چیزهای دیگه میخوانند، لیمو و نیفام انار و کینو و سیب. لشکری سیب عزیز، من دمی ادامه ازی میگم، من که قصه بسار جالب امرای کاکا سر خوردم، قصه می سبکای موسیقی بودی کاکا که از دورانای سابق بخوشانم، گفتم از یه نوا، گفت هیچ یاد نکو، هیچ یاد نکو و یک بمو لحجه امدو قار، گفت هیچ یاد نکو، کلش بیخی دیگه از چتیات است. باز من افتیم بازو قصه کرد کاکا، گفت ما شرم می که مثلا یک دختر خانم یا یک فامیل در تکسیش میشینه و یه آهنگایی که از چوکات اخلاق بیرون است. خود کاکا گفت ما شرم می که ما یعنی یا رادیو باشه یا چپ باشه که من یه آهنگ بلند کنم یا بشنوه. خب بسیار فیصدی کمه یه آهنگایی که فعلا
در روی بازار است یا رو تایید میکنه. راجب چیز میخوانن، یعنی فضلی صاحب باور کنید میشه آدم راجب عشق، معشوق، عاشق، بله، وطن، آهنگ میهنی که شما داشتید، بله، فوق العاده بود، به افتخار نظامیان افغانستان که خوانده بودید، در این موارد بخوانن چقدر نیاز داره افغانستان به این آهنگ ها و به این آهنگ ترانه ها و کمپوز ها و تصنیف ها. اما در مورد اعضای بدن میخوانن، کوری پای میخوانن، بجولک پای میخوانن، زانو میخوانن. برادر نخوانید چیزا چی است؟ من خودم میشرم اون بجولک پای خود پیش تو یک آدم دیگه لطف کنون نشان بده. لطف کنید سر عزیز، یک قصه کوتاه دیگه که کوکو داخل گفت ما سابق اینا گفت کدام هنرمند، گفت احمد زاهر با مولاجی، گفت احمد زاهر، گفت دینا، گفت اون بچگه، گفت باش نامش چی، خودش خبر نداشت، ما اشتیم، گفت بچگه کن از اونو که میزنه اچ 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 میزنم با ما، گفتم خو، گفت کی، گفتم اونو که میگه دریا رفتم و دریا مرا برد، خواست نام مرا نمیفهمیدم ما چیز، باز نام گفتم، باز پسان در جایگاه رسیدیم در وقت استاب آخر، باز گفتم کاکا جان من رامین فضیز بسار دیگه برازوی هیجان شد، باز گفت نیمه پیسه تا نمیگفتم نه خواهش میکنم، باز اون چپ امو فلاشش تایپش خراب شده بود، گفت با خدا این فلاش هانگایت از امامی اینی سیستمش خراب شده، گفتم خب چند میشه، چند جور میشه، گفت 600. ما اما احساسی که داشتم با مقابله این وطنم او که علاقمندی بر ما داشت، با امی 600 و امی کرارا نمیگرفت، باز بسیار زیاد لطف کرد، از اتو از موتر خود داشت امروش بغل کرونا بود، بغل کشی کردیم، این بر ما بسیار جالب بود و جای افتخار بود، بله. خیلی ارزش داشت. فضلی صاحب من آهنگای شما رو بسیار زیاد گوش میکنم، آهنگایتون در یک کامپیوتر در لپتاپ مکنتاش ما بود، بله. مک بودو خراب شده، بله. اما لپتاپ از خیرتون امور پیسش بدید ان شاء الله، یکم پیسش از تایپ تکسیون کاتو خیلی بسیار خوب. فضلی صاحب چند سال هستید گفتید؟ دقیق امسال چند سالش؟ سن ما 32 سال است. و ازدواج فعلا نکردیم، نه خیر. چرا؟ در پروسه ایش هستم. وطنی ازدواج نمیکنید که هم 16 شد میگه پشت او پشت لبایش زیاد شد. حالا بی او بیدر ازدواج در پشت لب نیست، بسیار جای کار داره. منظورم در جیب و این پیسه هست و این چیز هست دیگه. پیسه که نداشت ازدواج هست کجا؟ لشکری سب عزیز اطور هست که سابق محیط فرق میکرد، یعنی آلا محیط هم فرق کرده، نسلای نو هست، وقتی که تصمیم عروسی را میگیری یا ازدواج را آدم میگیره باید بسیار زیاد دقیق باشه و متوجه باشه، از اون خاطر ما یک ذره دقت کردیم در این مسائل. در هیچ یک از ویدیو کلیپ های شما ترجیح دادید خودتان یا پولش نداشتید؟ من میخوام بفهمم کدامش خانوم حضور نداشت، یعنی یک نقش به یک زن ندادید که ایفا کنه، این یک کمبود هست به نظر شما از لحاظ هنری در ویدیو کلیپ هایتان یا یک حرکت مناسب و بجا؟ چانس برابر نشده که تو آهنگ باشه، ویدیو کلیپ باشه که من از دختر خانوما یعنی حضور داشته باشن در ویدیویم که مردم یک دید منفی دارن. اگر نه بر فکر میکنم برای اکثر هنرمندا مهم نیست که یک دختر خانوم باشه در ویدیو کلیپ شما. اونا یک او دختر خانوم چی میکنه هیچ مهم نیست دیگه که چی میکنه، این مهم است که باشه در ویدیو کلیپ شان. خب حتی در آهنگای آرام ما میبینیم، بله، یک آهنگ آرام از خدای یارجانش هم رفیق ما نامش نمیگیرم، مگر پیانو که میزنی اندی وال، او دختر خانم ده او بغل افتیده از اول تا آخر آهنگ، سه دقیقه از اون تفتیده او رو یک دفعه میدیدی که چشنه. اما به هر صورت تصمیم ندارید که از خانوم ها در ویدیو کلیپ هایتان استفاده کنید در آینده؟ خب یکی از رازی که مردم آهنگ های مرم میشنه یمیست که میگه تو دخترها را رقص نمی کنن چیز، یمی سنگینی را امیر نگاه کن، از اون خاطر خب سنگین هم باش اما یک ویدئوی خوب داشته باش، یک آهنگ خوب داشته باش، یک سناریو خوب داشته باش، اما تو یک دختر خوب هم که رول بازی کنه ما فکر میکنم فضلی صاحب دختر بیاری از اول تا آخر آرام باشه، دمی آخر امت خود کنه یک دفعه کنه که دل ما نه دل بیننده هایش میگم. خب هر صورت فضلی صاحب جان، دو سه سوال آخر بعد من چند تا عکس بود بر شما نشان بتم و در نظرتون در مورد او هنرمندان هم بدانم، بلد. که چی است برترین هنرمند تاریخ موسیقی افغانستان به نظر شما چه کسی است؟ مرحوم احمد زاهر است. معلوم نیست تا بار آینده که شما به افغانستان میایید، بله، موسیقی، یعنی تصمیم آمدن به افغانستان را دارید، موسیقی حلال میمانه یا حرام میشه؟ بله. چقدر نگران هستید؟ البته نگران کننده است، اما من امیدوار هستم یک صلح سراسری در تمام افغانستان میآید. آرزوی من همین است که پس که برگردم به وطن که یک وطن مردم خدا خوش ببینم دیگه، از این انفجار و انتحار و این بمای چسبکی و یا
دیگه در گوش اینه نشنم. خب اگر قرار باشه که صلح بیایه ده. اما دیگه شما موسیقی نکنید، حاضر هستید هنرتان قربانی صلح کنید؟ دقیقا ایر از دل میگم، یگان تو فقط هم تو میگم، اما ما چی رقم بگویم، احساسی که در قبال مردم خود، وطن خود، خاک خود دارم بسیار زیاد است. یعنی ما بسیار اگه آدم احساساتی سیم، یگان تو میگه چرا آنگاه تو تراجید و بسیار غمگین میخونی؟ ما از تای دل وطن خود دوست دارم، خاک دوست دارم، مردم خود دوست دارم. اگر ایش اوه که ما موسیقی را کاملا ایلا کنم، رها کنم که صلح در وطن بیه، ما حاضر هستم. این از تای دل میگم. بسیار خوب، من حاضر هستم دیگه نتاقی نکنم. هنرمند بیبدیل افغانستان آقای فرهاد دریا هست، یک هنرمند ملی، هنرمندی که تمام افغانستان دوستشان دارم، ما هم دوستشان دارم. اگر این پروگرام ها میبینن، یک سلام گرم تقدیم شان، خداوند برشان عمر طولانی صحت کامل نصیب کرد. این تصویر میخوایم به این تصویر یک سلامی بزنم، یک سلامی گرم تقدیم شان، خداوند کامیاب داشته باشیشان. اگر بیاد داشته باشین، ما در روی سرک اکوردونم بود. بله یک سنه بود، پولیسا اول تلاشی میکرد، یک اکوردونه که دید مردی اوه اوه، گفت نفر شا پاید، گفت نفر اول اصلی را پیدا کرد، تاشو گفت تا که یک چند آهنگ نخونی. خب به حساب امو مزاق تاشونم در روی سرک 20 دقیقه برشان کنسرت دادم. البته یک چک پوینت بود، باز من یکی شده گفتم زابط سب الما و شما کل ما اینجا مصروف شدیم، کوشش که گفتم خدای نخواسته کدام انتحاری چیز داریم. گفت او را بان تو بخوان یک چند آهنگ. بازم او آهنگ یک کلپش بود. بله در فیسبوک ها در سوشن میدیا بسیار بسیار مردم ما استقبال کردن. بسیار بله. دو دانت تمیار، دو دانت دکتر، دو دانت کاکه، دو دانت جوان، دو دانت دلیر، دو دانت سیاست مدار. نظر شما در مورد چه؟ اگر میخواین از دل خدمت کنم به مردم افغانستان، یک خواهش دارم که سرکار بند نکنن. راستی میگم، من دمی چند ماهی که در کابل بودم، بسیار ناراحت کننده است، بسیار اذیت کننده است به مردم ما. سرکار را دیگه بند نکنن، اما پلان که روی دست دارن، پلان سیاسیشان، یا باید با مردم خود خدمت کنم، با وطن خود خدمت کنم، دیگه ما گفتنی ندارم. میکنن حال برشان که بگوی، میگه با خدا با قرآن خدمت کنم. بسیار خوب، اگر یا نکنن اینی رو میگه میکنه، من این فهم که میکنه یا نمیکنه شما بگوید. اینا نگویی که نمیشناسی که بسیار نزدیک است، جناب ملا عبدالغنی برادر. ملا عبدالغنی برادر، خب خواهش، ما آرزوی ما ایست که وقتی که می پروسه صلح هست، که دولت افغانستان صلح میکنن، بازم امیدوار هستم که با یک نیت خوب، نیت نیک، نیتی که با نفع مردم افغانستان باشه، مردم افغانستان دیگه از چی میگن، از جنجالا، از 40 سال جنگ که در بدر کرد، راستی نسل در بدر کرد در هر بخش زندگی، دیگه خواهشمند هستم که، یعنی امیدوار هستم که نیت نیک باشه، نیت از دلشان باشه، نیتی باشه که به وطنش باشه. و پس از آن تصویر، این تصویر هنرمند بسیار خوب، دختر موفق با استعداد. همین لحظه تصور میکنم که مجرد جمالزاده که چادری چرا که معلوم شده، خواهش معلوم نمیشه دیگه، چادری را آدم میبینه. اما برصورت کانادا هستن، نه؟ مجدد جان فکر میکنم در کانادا زندگی میکنم، آنگاه مفهوم دارم. کوباری جمع است. بسیار خوب، تشکر فضلی صاحب، از شما سپاسگزار. من امیدوار هستم سفر خوب و خوشی داشته باشید. سلام ما را به تمام هموطنانمان در آن سوی آبها و کوها و دشتها و صحراها برسانید. برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. برایشان بگویید که برای مایی که در افغانستان هستیم هم دعا کنند که خداوند ما را در امان خود داشته باشه. بخیر، تشکر میکنم لشکری صاحب عزیز، از خودت، از این برنامه زیبایتان و از این که مرا در برنامه دعوت کردین، بر ما جای افتخار است. خواهش میکنم. سلامت باشین، زنده باشین. خواهش میکنم.